أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله أرواه من سواه فدا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سالگرد شهادت عالم ربانی آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری قدس الله نفسه الزکیه فرا رسید. چون حضرتش در تفکر دینی عمری را به سر برد، با طرح این مسئله ثوابی که برده می شود به عنوان هدیتی به ساحت قدس اون روح شریف و ارواح تابناک همه شهدا اهدا می شود. تفکر دینی به این است که انسان علوم دینی را شناسایی کند، اولا هم در درون اونها را درون شناسی کند، ثانیاً هم از بیرون اونها را بشناسد، ثالثاً هم دین در درون این متفکر بتند، رابعاً و هم دین از بیرون بر او بتابد، خامساً تا ره توشه ای داشته باشد که به حال خود سودمند و به حال دیگران نافع باشد. اگر کسی دین شناس نبود یا علوم دینی را فی الجمله شناخت ولی محرم اسرار این علوم نبود، در متن دین سیر نکرد، موضوع هر علمی از علوم دینی را و محمول هر علم از علوم دینی را و رابطه محمول و موضوع را در سایه برهان شناسایی نکرد، در درون دین و از بیرون بر اساس معرفت شناسی دینی دین را نشناخت، یا همه این امور را فراهم کرد ولی دین درون نتنید، در تار و پود فکرش دین حضور و حصول نداشت،
و از بیرون دین بر فکرش نتابید و رهبریش نکرد، این متفکر دینی نیست. این کسی است که ممکن است دین را به دنیا عرضه کند یا مستأکل به علم باشد و سرانجام دین او را رها کند و او منهای دین رخت بربندد. تنها کسی متفکر دینی است که این امور یاد شده در او زنده باشد. برای اینکه در درون دین را بشناسد باید سامان علمی که متعهد اوست تهدید کند. گرچه علوم اعتباری دارای موضوعات اعتباری، محمولات اعتباری، روابط اعتباری و برخی از ادله اعتباری هستند، اما اون علوم حقیقی که اصول دین را تشکیل می دهند یک موضوعی دارند و یک محمولی که پیوند این محمول با اون موضوع ضروری است و برهان عهده‌دار ربط ضرورت محمول و موضوع است. این که گفته شد تمایز علوم به موضوعات است، این در علوم حقیقی است. چون از علوم حقیقی به علوم اعتباری راه پیدا کرد، گاهی گفتن تمایز علوم به تمایز اهداف و غایات است، گاهی گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات است، محمولات است، گاهی بر این باور شدن که تمایز علوم به سنخه مسائل علوم است و مانند آن. همه این سخنان برای آن است که این مطلب را از علم حقیقی به علم اعتباری آوردن و همراهانش را رها کردن. اگر بنا شد علمی از علم دیگر امتیاز پیدا کند، چون علم مجموعه مسائل است و وجود خارجی ندارد، نه علم حقیقی و نه علم اعتباری، اگر بنا شد ما برای این مجموعه یک وحدتی قائل بشویم، می شود وحدت اعتباری. قهرن تمایزش هم اعتباری خواهد بود. اگر علم وجودی داشته باشد، یعنی مجموعه این مسائل، و اگر برای علم میزی باشد، هرگز تمایز علوم به تمایز غایات و اهداف نیست، به تمایز محمولات نیست، به تمایز مسائل نیست، فقط به تمایز موضوعات است. زیرا همه اون امور تابع موضوع هستند. هدف را مسائل احیا می کنند. یعنی هدف در خارج بعد از مسئله محقق می شود. اگر ما خواستیم علمی را از علمی ممتاز کنیم، باید به این جزء سابق اسناد بدیم، نه اثر لاحق. چون غایت و هدف را مسائل به عهده می گیرند. وقتی به مسئله می پردازیم، می بینیم یک موضوعی دارد و یک محمولی و یک ربطی. ربط از اون جهت که تابع طرفین است، هرگز حکم مستقل نخواهد داشت. و محمول از اون جهت که نعت موضوع است و وصف موضوع است، هرگز زمامدار مسئله نخواهد بود. پس همه این امور برمیگردد به موضوع
و محمول از عوارض ذاتی اون موضوع به شمار می رود و هر کاری در مسئله انجام می گیرد اولا و در علم صورت می پذیرد ثانیا به عهده موضوع است. این است که اونها که اهل این رشته اند، اونها که عهده‌دار تبیین تمایز علومن، گفتن تمایز علوم و تمایز موضوعات است. و اگر مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه چنین فرموده است که تمایز علوم به تمایز اهداف است، برای همان است که این سخن از علم حقیقی به علم اعتباری راه پیدا کرده است. و اگر چنونچه نقدهایی بر این اصل شد که موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، نقد شده است که در جغرافیا این چنین نیست، چون سخن از کلی و جزئی نیست بلکه سخن از کل و جزء است. یا نقد شده است که در عرفان این چنین نیست، چون سخن از کلی و جزئی نیست، سخن از اطلاق و تعین است. سرش آن است که این حرف از جایش به جای دیگر رفت، همراهان را رها کرد. اگر علمی بخواهد استدلالی باشد، چاره جز این نیست که یک موضوع مشخص داشته باشد، محمول از عوارض ذاتی اون باشد تا بتوان بر او برهان اقامه کرد سلباً و اثباتاً. و مهمترین بخش علوم دین را همون الهیات دین تشکیل میدهد. اثبات ذات اقدس اله، توحید اله، صفات اله، وحدت صفات با هم، عینیت صفات با ذات، مسئله وحی و رسالت و نبوت، مسئله فرشته ها، مسئله معاد و مانند. اینها علوم حقیقی دینی است که موضوعی دارد، محمولی دارد، ربط ضروری دارد و برهان پذیر است. به دنبالش یک سلسله مسائل دیگری هم هست، نظیر اخلاق دینی که اون هم استدلالی است. بخش دیگر هم علوم اعتباری است که در حوزه خود دارای ادله و براهین است. اگر کسی خواست تفکر دینی داشته باشد، باید درون این علوم راه پیدا کند و این علوم را از درون بشناسد، یعنی با برهان محمولی را برای موضوع اثبات کند یا سلب کند. این حد اقل شناخت دین از درون. و اگر خواست دین را از بیرون بشناسد، باید نحوه ارتباط دین را با انسان، نحوه پیوند انسان را با جهان، کیفیت پیدایش دین و کیفیت نیاز بشر به دین و کیفیت تدوین دین و مانند اون را از بیرون نگاه کند. ولی اگر خواست نگاه عالمانه کند، معرفت شناس دینی باشد، چاره جز این نیست که یک چارچوب مستدلی را بپذیرد. اگر خواست معرفت شناس دینی باشد و این معرفت شناسیش علم مستدل باشد، نه اطلاع. اگر علم مستدل است، چاره جز موضوع و محمول و ربط ضروری نیست، وگرنه قابل استدلال نیست، نه اثباتاً نه سلباً. اگر کسی خواست از بیرون دین را بشناسد، باید برای معرفت شناسیش و شناخت شناسیش و اصل شناخت محورهایی را پذیرفته باشد. اینها بدنه کار است. و اما روح کار، چه اگر اون روح نبود، چه انسان بخواهد از درون دین را بشناسد،
چه بخواهد از دی بیرون دین شناسی کند میسورش نیست، اون روح این است که هم تفکر دینی در درون فکر او تنیده باشد که او جز دینی نیندیشد، در فضای دین نفس بکشد، و هم از بیرون این نور دین بر او بتابد جز از فیض غیب مددی نگیرد. اگر این دو رکن اخیر نشد، ممکن است انسان عمری را در درون و بیرون وقت صرف کند و صاحب شریعت به او بگوید تو چگونه دین را شناختی؟ یا چگونه به دین فتوا میدهی و درباره قرآن اظهار نظر میکنی؟ و ما ورثک الله من القرآن حرفا، که امام باقر سلام الله علیه به قتاده فرمود تو یک حرف را ارث نبرده ای. با اینکه عمری را این شخص در دین شناسی گذروند، اگر قدم به قدم این دانه های تسبیح فکر در رشته دین کشیده نشود از درون، این صغرا و کبرا قبل از اینکه به هم مرتبط شوند به نتیجه برسند، اون نخی که این دانه اول و دانه دوم رو به هم می کشد به نام رشته فکر، اگر اون دینی نباشد انسان هرگز دین شناس نخواهد. و اگر اون نور الهی از بیرون نتابد و مدد نکند، انسان از بیرون هم نگاه کند باز دین را نمی شناسد، چه اینکه از درون نشناخت. چه کنیم که هم دین در درون تفکر ما بتند و هم دست بیرون بر تفکر ما بتابد؟ اولا آیا این شدنی است که رشته رشته دین باشد و این حلقات در رشته دین به هم گره بخورن؟ ثانیاً اگر شدنیست راهش چیست؟ اون چه که فریقین یعنی علمای شیعه و علمای سنت از نبی اکرم علیه آلاف و تحیت و سنا نقل کرده ان این است که این حدیث هم در جوامع روایی ماست هم در جوامع روایی اهل سنت است و سندن هم صحیح، و اون حدیث معروف قرب نوافل است که عبد سالک در سایه تقرب الهی با نافله ها به جایی میرسد که ذات اقدس اله در مقام ظهور فعلی مجاری ادراک و تحریک او می شود، یعنی او با نور خدا می فهمد، او می فهمد ولی با نور الهی می فهمد. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره التی یبصر بها، او می شنود ولی سامع منم مستمع اوست، او می بیند ولی باصر منم مبصر اوست. همونطوری که در مجاری تحریکی
انسان به جایی میرسد که خدای سبحان به او میگوید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از لحاظ مجاری ادراکیم به شرح ایزن به جایی میرسد که خدای سبحان به او میگوید و ما علمت از علمت ولکن الله علمه. این در مقام فعل است البته، چون عبد را به مقام ذات حق بار و راهی نیست. اصولا اونها که اهل این راهن میگوین ما مسئله ای نداریم که موضوع مسئله هویت مطلقه لا به شرط باشد، یعنی در عرفان مسئله ای نیست که موضوع مسئله اون هویت لا به شرط باشد بعد روی او محمولی بار بشود، هیچ نیست. حرف این بزرگان آن است که انبیا در اونجا متحیرن که رسد به دیگران، و اما ذات الالهیتو فهارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فیها. هرچه در عرفان بحث است از اون لا به شرط قسمی و به شرط لا و به شرط شه، یعنی تعینات او. اون مقام ذات را احدی راه ندارد که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. نه حکیم میتواند بلند پروازی کند چون لا یناله لا یدرکه همت بلند او، نه عارف میتواند قواسی کند زیرا عمق ندارد، نه عارفی که قواس است در دل دریا فرو میرود میتواند خدا را ببیند و بیابد، نه حکیمی که اوج میگیرد. با اینکه به ما فرمودن علام شدن دشوار هست اما بهار شدن دشوارتر است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه ظاهرا از امام صادق سلام الله علیه که این ماه شریف شوال ماه امام صادق سلام الله علیه است نقل کرد که فرمود تبحروا فی قلوبکم، اینقدر به اون فکر نباشید که علام بشوید، از بیرون علمی فرا بگیرید، بکوشید که متبحر بشوید، بحرشناس بشوید، در دریای جانتون بدون اینکه غرق بشوید غوص کنید. عده کوشیدن ولی غرق شدن، به دریا رفتن هنر نیست چون خطر غرق هم هست، قوس کردن منهای غرق هنر است. فرمود بهار باشید نه علام، متبهر باشید. دریای بیرون را ماهی هم طی می کند، این دریای درون را طی کنید. تبحروا فی قلوبکم، اونگاه است که قواسانه از دل جانتون گوهر معرفت به همراه می آورید. اگر کسی خواست درباره خدای سبحان بیندیشد او را به مقام لا به شرطی راهی نیست، لا یدرکه بعد الهمم، دست فلسفه بسته است، ولا یناله قوس الفتن، پای اهل نظر و بصر لنگ است. در بخشی از راه ها پای استدلالی ها چوبین است و پای اهل معرفت فولادین، وقتی جلوتر رفتن پای اهل معرفت هم کمچون پای اهل نظر چوبین است. یعنی همه اهل معرفت گفتند در مقام ذات پای چوبین است و توان رفتن نیست برای انبیا، چه رسد برای دیگر سالکان.
اگر سخن از قرب نوافل و مانند آن مطرح است، در محدوده ظهور و فعل حق است. اینجاست که انسان سالک به جایی میرسد که رشته فکر او نور خداست. او در این رشته و در این زمین و زمینه می اندیشد چه فکر خدایی و دینی در متن تفکر او تنیده است. این انسان چون با تنش نور دینی راه می رود، برابر این حدیث می اندیشد که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. دین در درون تفکر او تنیده است. اگر او این رشته را حفظ کند، از بیرون هم دائما اون نور میتابد. اون وعده بیرونی را که تابش نور است، همود و من یؤمن بالله یهده قلبه. اگر کسی به خدا ایمان بیاورد و این راه را طی کند از درون، ما قلبش را از بیرون راهنمایی میکنیم. این هدایت خاص سالکان است، وگرنه اون هدایت عمومی و هدایت تشریعی که هدن للناس است، اون همواره هادی مردم است. این که در سوره تغابن و دیگر سور فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا و من یؤمن بالله یهدی قلبه، این آثار تابش بیرونی نور خداست بر این تفکر دینی که او را راهنمایی میکند. ما اگر خواستیم ببینیم دین در درون تفکر ما تنیده است و از بیرون هم میتابد یا نه، راهی هست یا نه، آری. ما اگر نعمتهای الهی را کفران نکنیم و در همه امور سید الاعمال را رعایت کنیم، هم از درون هم از بیرون امداد الهی بهره ما می شود. سید الاعمال انصاف است. انصاف جزء بزرگترین فضائل انسانی است. به ما فرمودن نعمت خدا را شما کفران نکنید. و من یبدل نعمت الله نباشید، یا راه مستقیم خدا را عمدن کج نکنید، یبقونها عوجن نباشید. فرمود راهی که خدا به شما داد عمدن منحرف نکنید، نعمتی که خدا به شما داد عمدن کفران نعمت نکنید. و راه رسیدن به این که انسان رشته‌ای پیدا کند که دین الهی در درون او بتند، همین است که اگر کسی حقی را تشخیص داد فوراً بپذیرد، و اگر هم فهمید حق با اوست، جدال را برای رضای خدا ترک کند که اگر من ترک المرا ولو کان محقاً، این از کسانی است که نور الهی در درون فکر او میتند. این راهش و اون هم پایان راه، تا انسان به جای برسد که هم نور الهی در درون فکرش بتند و هم از بیرون بتاب. این مقدمه سخن. اما اگر خواستیم درباره دین چه از درون چه از بیرون فکری داشته باشیم، خا
خواه ناخواه یک مبادی و مبانی رو باید پذیرفته باشیم. با کدام مبنا انسان میتواند دین را بشناسد؟ یک وقت با مبنای حس و تجربه انسان به سراغ دین میرود، یک وقت میگوید حس و تجربه در بخشی از مسائل اثر دارن، در بخش دیگر که محسوس نیستن باید با مبادی خاص خود اثبات بشوند. اگر چون چه ما فقط خواستیم با ابزار حس و تجربه بشناسیم، هرگز دین را با ابزار حس و تجربه نه اثبات میکنیم نه نفی میکنیم و گاهی ندیدن را به جای یافتن عدم میپنداریم و مانند آن، چون دین دیدنی نیست. و اگر گفتیم حس و تجربه ابزاری بود برای بخشی از شناخت‌های مسائل جهانی، بخش دیگرش را عقل به عهده می‌گیرد و بخش سومش را شهود به عهده دارد، اونگاه حق همه این مراحل را ایفا کرده ایم. یک مبرهن در اصول دین قدم به قدم قطع پیدا میکند که این قطعش جرهی باشد که کمر استدلال او را محکم ببندد تا ستون برای او درست کند، نه سقفی. قطع برای یک متعله کمربند است، نه سقف که جلوی او را ببندد. او هم میگوید جامعه باز است، جهان باز است، دین باز است، اما با کمربند محکم بسته انسان جلو میرود. وقتی به سراغ قرآن کریم میرویم، میبینیم قرآن همونطوری که بخشای فقهی را، اخلاقی را و امثال ذالک را تبیین می کند، مسائل توحیدی را هم ترسیم می کند. اما اون مسائل توحیدی را با ابزاری تبیین می کند که حس و ابطال و حدس و ابطال ابزار او نیست. مثلا در مسئله زیست شناسی و جانور شناسی، در حالی که بسیاری از این مسائل را اشاره می کند، اونگاه به این مسئله توحیدی و ربوبی می پردازد که ما من دابت الا علی الله رزقها، یا ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خدا هم او را در صراط مستقیم راهنمایی میکنه. مسئله صراط مستقیم جنبنده ها، این قانونمندیش با حدس و ابطال اثبات و نفی نمیشود، با تجربه اثبات و نفی نمیشود. مسئله این که زمام هر حیوان و هر متحرکی به دست خداست، این با حس و تجربه اثبات نمی شود، نه اثبات می شود نه نفی. در مسئله آسمان و زمین شناسی، در حالی که مسائل گوناگون را اشاره می کند، اونگاه به این مسئله توحیدی می پردازد که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا این امسکهما من احد من بعده. فرمود زمام آسمان ها و زمین به دست ذات اقدس اله است، یعنی ما تا به جایی نرسیدیم که هستی محض باشد، این سوال همچنان ادامه دارد. اگر هم جاذبه ثابت شد، سوال می شود که جاذبه را کی نگه می دارد؟ چون جاذبه هستی محض نیست. اگر هستی محض بود، تحول پذیر نبود، کم و زیاد نمی شد، شدت و ضعف پیدا نمی کرد. تا
به هستی محض نرسیم این سوال همچنان ادامه دارد. این معنا که زمام آسمان ها و زمین به دست ذات اقدس اله است، این را اگر کسی خواست معرفت شناسی کند یا دین شناسی کند، چه از بیرون چه از درون، با اصول حس و تجربه میسورش نیست. در بحث جامعه، تاریخ و امثال ذلک، چه از درون چه از بیرون، اگر بخواهد جامعه شناس باشد، تاریخ شناس باشد، انسان شناس باشد و امثال ذلک، باید یه مبادی و اصول اعتقادی ثابت را پذیرفته باشد که در جدار حس و تجربه خلاصه نشود. زیرا خدای سبحان در این حال که اسرار اقوام و امم را بازگو می کند، می فرماید یک سنتی در اقوام و امم هست که تغییر ناپذیر است. گرچه اقوام و امم آمدن، می آین و می روین و متغیرن، ولی سنت الهی ثابت است. این سنت یک مفهوم انتزاعی نیست که در ذهن باشد، چون ذهنم تابع صاحب ذهن رخت برمی بندد. سنت ثابت است. این سنت که نظیر سنگی نیست که جزء آثار باستانی باشد و یک جا نگه بدارد، و یک صورت ذهنیه نیست که در کنار ذهن صاحب نظری ذخیره شده باشد، چون هم اون سنگ رفتنی است و هم این ذهن رخت برمی‌بنده. نه مجموع حوادث سنت است، چون مجموع اصلا وجود ندارد. نه جامع حوادث سنت است، چون جامع امر ذهنی است، در ذهن ظاهران تکیه کرده است نه بیرون. فرمود در کل این جامعه ها و تاریخ ها و اقوام و امم یک سنتی هست ثابت و لا یتغیر، نه تبدیل پذیر است نه تحویل، یعنی نه تخلف پذیر است نه اختلاف. گاهی چیزی هست و بعد رخت برمی بندد بدون اینکه خلفی چه صالح چه طالح جای او را پر کند، این را میگویند تخلف. گاهی چیزی هست و رخت برمی بندد و در خلف او خلفی می آید، خواه صالح و خواه طالح، اون خلع را پر می کند، این را میگویند اختلاف. اختلاف یعنی رفت آمد. فرمود سنت الهی نه تخلف پذیر است و نه اختلاف در او راه دارد، یک سنت ثابت حق محض است که لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. این سنت را از قومی به قومی متحول کنیم روانیست، برداریم چیز دیگری جای او بنشیند نیست، چیزی جای او را پر نکند این هم نیست. این اصل قرآنی را با اصول حدس و ابطال نه میتوان اثبات کرد نه میتوان نفی کرد. نباید گفت به این که راه ابطال ندارد علمی نیست. باید گفت علم دو قسم است، علم حسی و علم عقلی. این علم حسی هم به اون علم عقلی تکیه می کند. ما اگر خواستیم در باره باد و باران و امثال ذلک سخن بگوییم، با اصول تجربی اثبات می کنیم یا نفی می کنیم در حد حدس یا بیشتر، ابطال می کنیم اونم در حد حدس یا بیشتر. ولی اگر خواستیم به روح این جامعه و تاریخ بپردازیم، اگر خواستیم به سنت الهی پی ببریم، باید با یک مبادی پی ببریم که اون هم اثبات و نفی دارد، اون هم ابطال دارد، اون هم شأنیت این دارد که صاحب نظری بیاید با نظر مخالف او را طرد کند، اون هم شأنیت اثبات و نفی دارد.
اما شأنیتی که یؤمنون بالغیب عهده‌دار اوست، یعنی با یک براهین عقلی غیر حسی باید ثابت کرد آیا در جهان سنتی هست یا نه، آیا سنت الهی تغییر پذیر هست یا نه. این سنت را خدای سبحان گاهی چون صحنه شکست و پیروزی حق و باطل است، گاهی به باطل نسبت می‌دهد، می‌گوید سنت ستمکاران که شکست خوردن، یعنی سنتی که در باره تبهکاران اجرا شده است. گاهی به پیروزمندان نسبت می‌دهد، می‌گوید سنت انبیا. گاهی به خودش نسبت می‌دهد که مبدأ فاعلی است. همونطوری که مصدر گاهی به مفعول گاهی به فاعل اضافه می شود، سنت الهی هم در قرآن کریم این چنین است. گاهی خدا می فرماید قد خلت مزد سنت الاولین، یا خلت سنت الاولین. این سنتی است علیه تبهکاران، نظیر اضافه مفعول. گاهی به سالکان پیروز اسناد می‌دهد، فرماید سنت من کان قبلک من رسولنا، یعنی سنت انبیا این چنین بود که همواره پیروز شدن. گاهی می‌فرماید این سنت ماست که به دست انبیا تجلی کرده است، ولن تجد لسنتنا، که به مبدأ فاعلی اسناد پیدا می‌کند. گاهی بین مبدأ قابلی و فاعلی جمع می کند، فباید سنت الله فی الذین خلو، این راه ثابت است. در قرآن کریم می فرماید گرچه اشخاص می آیند و می روند، ولی حق همواره ثابت است. این معنای ثبات حق را هیچ ممکن نیست با اون مبادی حسی و تجربی اثبات کرد یا نفی کرد. فقط با مبادی عقلی میتوان اثبات کرد و این مبادی اثبات کننده هم یک سلسله امور ثابت، یعنی که به روح مجرد وابسته است. انسان تا خود را نشناسد و به تجرد خود پی نبرد و به اندیشه های ثابت خود آشنا نشود، هرگز نمیتواند از درون یا بیرون چیزی را بشناسد. زیرا درون برود، این روح با او هست. بیرون بخواهد نظر کند، این روح با او هست. او تا خود را نشناسد ممکن نیست چیزی دیگر را بشناسد. او اگر خود را گم کرد، خود را در اعصاب و ذرات مغز و قلب و مانند اون جستجو کرد، او نه چیزی را از درون میشناسد نه از بیرون. اما اگر کسی خود را شناخت، گفت من جانی دارم ثابت، جسمی دارم روان، اصل هستی جسم من به جان من است اولا، و حاضیت جسم منم به حاضیت روح من است ثانیا، و این روح در حالی که از یک جهت به طبیعت بسته است همچنون ثابت است، واحد است و مجرد، وحدت، ثبات، تجرد را اثبات کند ثالثاً. این اگر در درون دین برود، دین شناس درونی است، از بیرون بخواهد نظر کند، معرفت شناس کامل است و مانند. گاهی میپرسند در مسئله معاد، ما با کدام بدن محشور میشویم؟ گاهی شبهه آکل و معکول و امثال ذالک را مطرح میکنند.
اما بنابر تحقیقات حکمت متعالیه و مانند آن شبهه‌ای که اصلا قابل طرح نیست همین مسئله اتحاد آکل و معکول و امثال ذالک است. شبهه آکل و معکول و امثال ذالک است. هر جوری که در دنیا ما خود را شناختیم و اثبات کردیم همون جور مسئله قیامت هم مطرح می شود. ما در قیامت اون طور محشور می شویم که یکدیگر را کاملا می شناسیم، مثل دنیا که لو رأیته لقلت انه فلان و بهمان. نه تنها مجازن می شناسیم بلکه خطوط سرانگشت هم کاملا احیا می شود. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. در این هیچ تردیدی نیست که تمام ذرات بدن ما میاد و جانمون هم که آمده است. اما حاضیت بدن ما به چیست؟ در این که این بدن می آید تردیدی نیست، اما حاضیت بدن به چیست؟ این بودن بدن به چیست؟ الان هم که ما به یک دیگر اشاره می کنیم می گوییم این شخص همون شخص یک قرن قبل است یا 80 سال قبل است، مصحح این حاضیت چیست؟ حاضیت بدن را چی تصحیح می کند؟ با اینکه مرتب ذرات بدن از نوک پا تا مغز سر در تغییر و تبدل است. اگر کسی 80 دهه را پشت سر گذاشت، بیش از 8 بار تمام ذرات بدن او عوض شد. و اگر علم ترقی کرد، پیوند قلب نظیر درمان سرماخوردگی خیلی سهل و تناول بود. پیوند مغز هم به شرح ایزد. اگر مغز کسی را گرفتند و مغز دیگری را در او گذاشتند، این شخص همون شخص است حقیقتا، نه مجازن. اگر قلبش را پیوند زدند به شرح ایزد، گذشته از اون تغییر تدریجی طبیعی همگانی، اگر این تحول طبیعی هم درباره کسی رخ بدهد، تمام ذرات بدنش را عوض کنند، این شخص به عینه همون شخص است. در محکمه عدل اسلامی اگر متهمی بگوید من شخصی دیگرم برای اینکه پیوند قلبم پیوند مغزم مرا دیگری کرد، مسمونی است. اگر کسی بگوید من با اون دستی که سرقت کردم و متواری شدم همکنون دست دیگری را اینجا تلقیح کردن، اینجا تشریح کردن، اینجا پیوند زدن، این دست اون دست نیست، این دست را قطع نکنید، این بهانه متهم به زهکار مسمونی است. این دست عیناً همون دست است، چون این شخص عیناً همون شخص است. وحدت شخص، حاضیت شخص به حاضیت روح است. هر جور در دنیای مسئله حل شد، در آخرت هم حل است. لذا اونها که به این مسائل را پیدا کردن، شبه آکل و معکول را در مسائل عقلی و معاد اصلا طرح نمی کنن. میگن شبه عمیق علمی نیست. ما هم بدنمون را روح می سازد، هم حاضیت بدنمون را روح تأمین می کند. تمام شناخت های ما باید در همین محور باشد. اگر روح ما ثابت است، ما یک جهانی را با روح می شناسیم، یک جهان را هم با ابزار نازله همین روح در مجاری حس و تجربه می شناسیم، اونها را در حد زنون می شناسیم، یه اصول کلی اونها دارن که اونها را هم باز عقل اثبات می کند، یه اصول کلی را هم این مبادی عقلی تأمین می کند. اینها ثابتن، اونها متغیرن، اون متغیرها را این ثابتها به عهده می گیرن، چه این که نشأه بدن را هم روح به عهده می گیرد. بنابراین اگر ما خواستیم دین را بشناسیم، چه از درون چه از بیرون، باید اون مواد فکری ما، اون اصول اولیه ما،
اون اصول متعارفه ما مشخص باشد که ما یه سلسله اصول ثابت داریم، روح مجرد داریم، این توان اون را دارد که امر ثابت را به خوبی ادراک کند، همون روحی که میتواند اصل دین را ثابت کند و بگوید دین ثابت است، با همون اصول متعارفه و مقدمات میتواند خیلی از رهاوردهای دین را هم ثابت کند که اینها هستند و ثابتند، بخشی را هم نمیتواند. راه باز است. کی اشتباه کرده است و کی اشتباه نکرده است، اون درون دین است نه از بیرون. در پایان قبل از اعتذار تصدی، چون این ماه ماه امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است، این حدیث را از اون ذات مقدسش نقل کنیم، چون کلام اونها نور است. حضرتش فرمود دوستان ما سه گروهن. عده‌ای در ظاهر دوستان مایند در باطن نیستند، عده‌ای در باطن دوستان مایند در ظاهر نیستند، عده‌ای در سر و علن دوستان مایند. اونا که در ظاهر دوستان مایند در باطن دوستان ما نیستند، در زی ما زندگی نمی کنند. سیره اینها سیره سلاطین است، اینا دنیا زدگانند. اینا کسانی هستند که زبانشون با ماست و شمشیرشون علیه ما. کسانی هستند که باطنشون با ماست ولی ظاهرا اون توان را ندارن، اونها هم بالاخره عهد زهد و ورع هستند. و اما اونها که هم ظاهر با ماین هم باطن با ماین، اینا کسانی هستند که مجرای فیض خالقیت حق هستند. به هم یرزق العباد، به وسیله او خدای سبحان به عده‌ای روزی میده. مردانی هستند که برکت جامعه هستند. امام رضا سلام الله علیه به زکریا ابن آدم که عرض کرد من قصد ارتحال از قم دارم، زیرا سالمندان رحلت کردن، نوبت به نوسالان فرا رسید، من با اینها مأنوس نیستم، میخوام از شهر بیرون بیام، فرمود باش، خدا به برکت تو عذاب را از اون منطقه برمیدارد، همونطوری که به برکت قبر پدرم باب الحوائج الله موسی بن جعفر سلام الله علیه عذاب را از اون منطقه برمیدارد. یک عالم ربانی این چنین است. این مرحوم مطهری از این نمودارها بود. چه رسد به استادش علامه طباطبایی. این شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان کم نظیر علما شیعه است، وقتی در برابر علامه طباطبایی قیاس می شود، چو شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی، فاصله نون قدر است که بتوان گفت. او در هر چند قرنی یه همچه آدمی ظهور میکنه. فرمود اینا کسانی هستند که به هم یرزقون، مردم به وسیله اینها برکت مییابند. اونگاه مردی به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد من از دوستان سر و علن شمایم. فهمو دوستان سر و علن ما اسرار و نشانه ها و علائمی دارن. عرض کرد نشانه دوستان سر و علن شما چیست؟ فرمود اولینش توحید است. اونگاه توحید را تشریح میکنه. فرمود توحید لفظ نیست، توحید صورت نیست، توحید اسم نیست، توحید مفهوم نیست، توحید معنا نیست. اگر کسی خیال کند برابر برهان اون مبرهن خود را عبادت می کند، اون نیست. و اگر خیال کند خدا را با ذهن می توان تشخیص داد، اون چی که در ذهن اوست مثل اون نیست که در بیرون است تا او را نشون بدهد، زیرا او لیس کمثل شیء است. و هیچ ممکن نیست خدا را بشود با برهان شناخت، با صورت ذهنی شناخت، با مفهوم شناخت، با ماهیت شناخت، با اسم شناخت، با لفظ شناخت. عرض کرد پس با چی بشناسیم؟ فرمود باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت القائب قبل عینه.
فرمود شما اگر کسی را شاهد است، حاضر است، خواستید بشناسید، اول خودش را میشناسید، بعد اوصاف و علائم و صفاتش را. اگر کسی غائب بود، اول با نشانه میشناسی، بعد خودش را با نشانه میشناسی. فرمود خدا را با آثار نشناس، با علائم نشناس، با اسماء حسنا نشناس. این معرفت شاهده قبل صفته و معرفت القائب قبل عینه. بعد مثال ذکر فرمود ندیده ای که خدا درباره شناخت برادران یوسف نسبت به یوسف چه فرمود؟ برادران یوسف او را دیدن و گفتن تو یوسفی، اینکه لانت یوسف. اول انت را دیدن، بعد از انت پی بردن که یوسف است. اول مسمی را دیدن، بعد از مسمی پی به اسم بردن، اونگاه از اسم به آثار پی بردن. فرمود این معرفت شاهده قبل عین قبل صفته و معرفت القائب قبل عینه. شما اگر کسی را علی کل شیء شهید بود، در سراسر قرآن ببینید هر جا هست علی است، نه خدا به کل شیء شهید است، اون را به کل شیء علیم میگوین، او را به کل شیء محیط میگوین، نه به کل شیء شهید. شما یک جا ندارید که خدا بگوید من به کل شیء شهیدم، به کل شیء علیم است، به کل شیء محیط است، اینا رو فراوان است. ام فهمود من علی کل شیء شهیدم، خدا رحمت کند آقا علی حکیم را. میگد علی کل شیء شهید یعنی هر چه را شما ببینی بالای او خدا را میبینی، بعد او را طبقه دوم هم میرسی به شرح ایزن، چیزی عائد تو نخواهد شد. علی کل شیء بالای هر چیزی اوست. خب حالا طبقه اول را خواستید بشناسید، خدا را دیدید، طبقه دوم چی؟ علی کل شیء شهید و چیزی در عالم نمیماند. یه همچه انسانی میتواند موحد باشد و سراسر جهان را آیات الهی ببیند، اونگاه میتواند بگوید امیت عین الله تراک علی غیر که من از ظهور و مانند اون. این چه نیست که در شناخت قشر اول علی کل شیء بالای هر چیزی خدا باشد، اما در قشر دوم که رسیدید خود شیء باشد. در قشر دوم به شرح زد، طبقه سوم به شرح زد، هر چه شما میبینید او را میبینید و غیر او را نمینگرید. تمام اینها تازه میشود جمال و میشود جلال. و اون ذات همونطور که در صدر سخن به عرضتون رسید، نه حکیم طمع دارد که در ذات هویت لابشرط مقسمی سخن بگوید و نه عارف را به اون بارگاه راهی است. اونها که اهل این راهند گفتند فهارت الانبیاء والاولیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام فیها. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق شناخت دین خود را به همه ما مرحمت کند. از خدای سبحان مسئلت می کنیم که دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار دهد، توفیق دین شناسی و دینداری و دین باوری را به همه ما مرحمت کند. این انقلاب اسلامی را به ظهور ولی از ارواحنا فدا متصل بفرمایید. خطر مستکبران را به خود اونها برگرداند. توفیق اهتدای الهی را بیش از پیش به همه ما مرحمت بفرمایید. آشنایی به وظایف مشروع و انجام وظایف مشروع را بیش از پیش به مسئولین گرانقدر نظام اسلامی مرحمت بفرماید. وحدت الهی را به عنوان بهترین موهبت الهی نصیب مسلمین عالم بفرماید. بین ما و قرآن و اسرس در دنیا و قیامت جدایی نیندازد. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرماید. غفر الله لنا و لکم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.